به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد. در گیر و دار امیدواری تهران به بروکسل برای حفظ برجام، فضای روابط ایران و اروپا به کدام سو می رود؟ در ادامه برنامه، نتیجه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با وزیر اطلاعات. مجلس میگوید اسماعیل بخشی شکنجه نشده. مرگ مشکوک زهرا نویدپور، زنی که یک نماینده مجلس ایران را به تجاوز متهم کرده بود. خودکشی یا قتل؟ دل تنگ خالق گل سنگم از تپیدن ایستاد. بیژن سمندر، ترانه سرای سرشناس شیرازی، درگذشت. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. اتحادیه اروپا حرف از اعمال فشار علیه ایران زده در روزهایی که امید تهران به همکاری اروپا است. بخشی از وزارت اطلاعات ایران از طرف این اتحادیه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. این اقدام به درخواست دولت‌های دانمارک و هلند بوده، دولت‌هایی که می‌گویند سازمان‌های امنیتی ایران می‌خواستند در خاک آنها کسانی را ترور کنند. در ماه‌های گذشته چند ایرانی از جمله یک دیپلمات به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق و ترور یک فعال جدایی طلب عرب مقیم دانمارک در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. هلند هم ایران را به دست داشتن در قتل دو هلندی ایرانی در سالهای اخیر متهم کرده. ایران این اتهام‌ها را رد کرده. با این وصف فضای روابط ایران و اروپا به کدام سو می‌رود؟ آن هم در گیر و دار تلاش‌های تهران برای منصرف کردن بروکسل از همراهی با دولت آمریکا. در این باره بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاج‌دین. اواخر ماه سپتامبر، مهر ماه، پلیس دانمارک جاده‌های منتهی به سوئد را بست تا یک ولوای سیاه با پلاک سوئد را پیدا کند. بزرگراه‌ها برای چند ساعتی به پارکینگ تبدیل شد. بعدها معلوم شد که سرنشین آن خودرو یک نروژی ایرانی تبار بوده و اتهامش تلاش برای ترور یکی از رهبران گروهی جدایی طلب موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز. گروهی که پس از حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز و حمایت یکی از اعضای گروه از این حمله، نامش بر سر زبانها افتاد. دانمارک به ظن تلاش ایران برای ترور آن فرد در خاک دانمارک، سفیرش را برای مدتی از ایران فراخواند. حالا پس از چند ماه ایران با مجازاتهای گسترده تری روبروست. وزیر خارجه دانمارک در توییتی گفته روزی مهم برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا توافق کرد که تحریم‌هایی را علیه دستگاه اطلاعاتی ایران بابت نقشه‌های ترورش در خاک اروپا به اجرا بگذارد. پیام مهمی از طرف اتحادیه اروپا که ما چنین رفتاری را در اروپا نمی‌پذیریم. اتحادیه اروپا قرار است این مجازات‌ها را از فردا به اجرا بگذارد. به گفته وزارت خارجه دانمارک این تحریم‌ها یک معاونت وزارت اطلاعات و دو نفر از کارکنان آن را هدف می‌گیرند، از جمله شخصی به نام سعید هاشمی مقدم که گفته شده معاون وزیر اطلاعات است. قرار است این معاونت و اشخاص در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرند و دارایی‌هایشان بلوکه شود. علاوه بر دانمارک، هلند هم امروز ایران را رسما به ترتیب دادن قتل دو هلندی ایرانی متهم کرد. ما نشانه‌های قوی در دست داریم که دولت ایران در دو ترور در سال‌های 2015 و 2017 در هلند دست داشته. دو نفری که به قتل رسیدن مخالفان رژیم ایران بودند. یکی از این دو فردی به نام علی معتمد است که 3 سال پیش در شهر آلمره به قتل رسید. گمان می‌رود او همان محمد رضا کلاهی باشد، کسی که مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری 7 تیر 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی است. هلند تابستان 2 نفر از کارکنان سفارت ایران در هلند را هم به اتهام دست داشتن در این قتل‌ها اخراج کرد. علاوه بر طرح ترور در دانمارک، اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس هم برای ایران دردسرساز شده.
پلیس بلژیک یک زوج ایرانی تبار را بابت این طرح دستگیر کرد و بعدها یک دیپلمات سفارت ایران در وین بابت دست داشتن در این طرح در آلمان دستگیر شد و به بلژیک تحویل داده شد. بعدتر فرانسه دارایی‌های معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو ایرانی را مسدود کرد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این اتهام‌ها گفته اروپایی‌ها از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به سازمان مجاهدین خلق که 12,000 ایرانی را کشته و شریک جرم صدام در جنایت‌هایش علیه کردهای عراق بوده پناه دادند. همینطور به تروریست‌های دیگری که از اروپا قتل ایرانیان بیگناه را ترتیب دادند. متهم کردن ایران مسئولیت پناه دادن به تروریست‌ها را از سر اروپایی‌ها باز نمی‌کند. تمام این تنش‌ها در زمانی اتفاق می‌افتد که چشم امید ایران به اتحادیه اروپا است تا با ایجاد آنچه سازوکار ویژه نام گرفته راه را برای تجارت خارجی ایران باز نگه دارد تا علی‌رغم خروج آمریکا توافق برجام زنده بماند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ از سنت گالن سوئیس با ماست و همینطور مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول از پاریس در فرانسه. ولی اجازه بدید گفتگو رو اول با آقای طلعتی شروع بکنم. آقای طلعتی، به نظر میومد که در هفته‌های اخیر فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها در مجموعه کشورهای اروپایی خیلی علاقمند به همکاری با ایران هستند، ضمن اینکه ماهاست این موضوعات مطرح بوده. الان آیا میشه گفت که اروپا متحدتر هست با اتفاقایی که رخ داده؟ ببینید، کل کشورهای اروپایی رو وقتی در قالب اتحادیه اروپا نگاه میکنیم، اینا با سه تا مسئله در برابرشون روبرو هستن. اولا برجام رو حفظ کنن و ایران رو مشوق‌هایی داشته باشن یا به هر ترتیبی شده ایران رو در این برنامه نگه دارن. مسئله دوم این هستش که به رفتارهایی که ایران بعضی وقتا از خودش نشون میده اعتراض کنن و این اعتراض‌ها پاسخ کامل باشه. و از طرف دیگه مجبورن که، مسئله سوم اینه که مجبورن آمریکایی‌ها رو هم با توجه به اون سابقه تاریخی اتحادشون از خودشون راضی نگه دارن. بنابراین کار اروپایی‌ها تا حالا خیلی سخت بوده و از این جهت هستش که به نظر من بیشترین فعالیت رو انجام دادن تا با این سه مسئله برخورد بکنن. از این طرف با ایران سر قضیه سازوکار ویژه احتمالاً به توافق خواهند رسید. از این طرف با برخوردهایی که با ایران بر سر این رفتارهاش میکنن، طرف آمریکایی رو هم از خودشون تا حدودی راضی نگه میدارن. اگه دقت کرده باشیم، اولین کسی که این برخورد اتحادیه اروپا رو تبریک گفت وزارت خارجه آمریکا بود. بنابراین این فعلا سیاست اتحادیه اروپا هستش که به نظر من داره دنبال میکنه. و بله، این حرف شما کاملا درسته، در نسبت به بعضی از رفتارهای ایران اینا اصرار دارن که خیلی مشخص و معین برخورد کنن. وقتی که این موضوع مطرح شد، حرف و حدیثایی هم در اروپا مطرح بود در میان سیاستمدارها و دیپلمات‌ها که گویا ممکن اگر اتفاقی هم افتاده باشه دولت ایران اطلاع نداشته باشه. تا چه اندازه چنین تمایزی رو میشه قائل شد؟ ببینید، این که حیطه اطلاعات و امنیت از حیطه دولت جدا هستش، این یه امر کاملا مشخص هستش. وزیر اطلاعات با نظر شخص دیگه‌ای به غیر از رئیس جمهور انتخاب میشه، شخص رهبری، و به نظر من پاسخگویی مستقیم رو هم به ایشون داره و دولت کمترین نفوذ رو در ساختار وزارت اطلاعات داره. من یک نکته رو خیلی تعجب کردم، اینکه جهتگیری این تحریم‌ها به سمت معاونت امنیت داخلی بوده، در صورتی که حیطه فعالیت معاونت امنیت داخلی در داخله و این باید معاونت خارجی رو که دو سال پیش به سازمان تبدیل شد و وقتی به سازمان تبدیل شد دایره عمل و اختیاراتش بیشتر شد رو چرا اینا هدف قرار نگرفتن؟ در هر صورت این دایره اونها رو شامل میشد و اینها. از این جهت وقتی این معاونت تبدیل به سازمان شد، حیطه عملش بیشتر شد و به نظر من از طرفی از حیطه دولت بیشتر خارج شده. این حرف کاملا درست هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه هیچ کنترلی بر رفتارهای امنیتی و اطلاعاتی سازمان‌های داخل ایران، چه موازی و چه غیر موازی، نداره و از این جهت این یکی از اشکالات بزرگ جمهوری اسلامی هست. و این امکان داده میشه، احتمال داده میشه که بعضی از این سازمان‌ها دست به کارهایی بزنن که مخالف
منافع ملی و مخالف نظرات دولت جمهوری اسلامی باشه. سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، همه اینها، این سازمان ها، وزارت خونه ها نشون دادن که در بخش های از سیاست خارجی ایران تأثیر میگذارن. آیا اینها به شکلی رقابتی با هم دیگه وارد عرصه میشن و یا اینکه تقسیم کاری بین اونها صورت گرفته؟ ببینید، از قدیم یک تقسیم کاری، یک کمیته سه نفری سالها قبل، سه نفره سالها قبل مسائل رو تقسیم کرده، مسائل بین وزارت امور خارجه، سپاه و وزارت اطلاعات تقسیم کرده این کمیته سه نفره و این به صورت یک رویه باقی مونده. در کشورهایی که مسائل عمدتاً به صورت سیاسی هستند و ثبات لازم برقرار لازم برخوردار هستن و با ایران روابط حسنه دارن، معمولا وزارت امور خارجه حرف اول رو میزنه و سپاه و احتمالاً وزارت اطلاعات زیر مجموعه وزارت خارجه حساب میشن. در کشوری مثل عراق که منطقه کاملا عملیاتی هست و نظامی هست، سپاه حرف رو میزنه و در برخی از کشورها که فضا به بعد سیاسی نداره و بیشتر اطلاعاتی هست، مثل مثلا فضای کشور بوسنی بعد از جنگ، وزارت اطلاعات حرف اول رو میزنه. بنابراین این تقسیم کار بوده و بهش را توجه هم شده. حالا بعضی وقتا بعضیا از اختیارات خودشون پا رو فراتر میذارن و مشکل درست میکنن، ولی اینجوری نیست که فکر کنیم هیچ رویه‌ای وجود نداره. یه رویه‌ای وجود داره و اینها تا اونجا که تونستن بین خودشون رعایت کردن، ولی بعضن شاهد این مسائل هستیم که ممکن هم هست در جهت زیر سوال بردن سیاست‌های دولت دست به یه همچین کارهایی بزنه. ممنونم از مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ از سن گالن سوئیس با ما. همطور که اشاره شد، مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول از پاریس در فرانسه با ما هستند. آقای نجفی، گفته شده که این اولین باره که یک بخش از یک سازمان یا یک وزارتخونه اطلاعاتی و امنیتی در اروپا تحت تحریم قرار میگیره. حالا آیا سطح تأثیر در همین حد باقی میمونه یا ممکنه که در رابطه ایران و اروپا به جاهای باریکتری هم بکشه؟ من قبلا هم فکر کنم برنامه‌های قبلیتون تاکید کردم، من بین دو تا تأثیر تفکیک قائل میشم. یکی تأثیر خرابکارانه و اختلال در روندی هست که به خصوص بعد از برجام بین اتحادیه اروپا و ایران آغاز شده. یکی هم اسمش رو تأثیر راهبردی میذارم. تأثیر راهبردی به این معنی که آیا این خرابکاری‌ها میتوانند کشورهای اروپایی را به خروج از برجام متقاعد کند؟ پاسخ من منفی، به این خاطر که برای برخی از کشورهای اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه، آلمان و سایر بعضی از کشورهای دیگه، برجام از اهمیت استراتژیکی برخورداره و میتواند مقوم امنیت آنها باشد. یک نکته من اضافه کنم، وقتی که ما میگیم اتحادیه اروپا، اولا باید به بحران‌های اتحادیه اروپا هم توجه کرد. ما الان شاید بتوانیم ادعا کنیم مجموعه‌ای به نام اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که در سیاست خارجی و اقتصادی و سیاسی مواضع یک دست و هماهنگ داشته باشه، ما نمیتونیم بشناسیم، به رسمیت بشناسیم. متناسب با منافع اقتصادی و منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک هر کشوری در رابطه با ایران، نوع موضع این کشورها نسبت به تهران متفاوت است. به عنوان مثال برای فرانسه که اصل اساسی در سیاست خارجی به عنوان اولویت اصلی حفظ تأمین امنیت شده، این که برجام بتواند عاملی برای تقویت امنیت و پسروی تندروها در خاورمیانه باشه از اهمیت برخورداره. در نتیجه من اینو میخوام بگم، این روابط میتواند اختلال ایجاد کند و به اعتقاد من اصولا از جنس خرابکاری است و میتواند در اراده اروپا برای تداوم اصرارش بر حفظ برجام تزلزل ایجاد کند و از طرفی هم در ایران میانه روها رو تحت فشار قرار بده که صدای راست افراطی علیه برجام و سیاست مصالحه با غرب و تنش‌زدایی با غرب ضعیف‌تر بشود. حالا همین اختلال رو اگر استدلال شما رو بپذیریم، قاعدتاً بدون پیامد نخواهد بود. چه پیامدی همین اختلال خواهد داشت؟ به اعتقاد من پیامد اصلیش تضعیف هرچه بیشتر دولت روحانی در صحنه سیاسی ایران خواهد بود، چون که اصولا هرچه فضا امنیتی تر بشود و برجام تضعیف تر بشود و اروپا
به تعهد خود به خصوص در مورد ایجاد سازوکار مالی پایبند باشد، صدای راست افراطی علیه میان روها قوی تر خواهد شد و این میتونه در معادلات سیاسی ایران هم تاثیر بذاره. در مقابل در مورد اتحادیه اروپا، چون اتحادیه اروپا از یک بحران‌های ساختاری برخوردار است، به این معنی که اتحادیه اروپا الان در کشورهای عمدش مثل فرانسه، آلمان، به خصوص فرانسه، از احزاب سنتی فاقد پایگاه شدند و یک تحولاتی در کشورهای اروپایی رخ داده که اصولاً یک چالش‌های سیاسی برای اینا به وجود آورده و در بسیاری از کشورها ما شاهد هستیم که حتی راست افراطی داره رشد پیدا می‌کنه. در نتیجه الان زمانی هست که می‌شود اراده اتحادیه اروپا رو در حفظ برجام و تداوم برجام تضعیف کرد و به نظر من این خرابکاری‌ها حالا چه با پیشفرض این که از طرف بلوک آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی باشه، چه با پیشفرض این که از طرف قدسر در ایران باشه، در راستای تضعیف اراده اتحادیه اروپا در حفظ برجام است. آقای نجفی، در گذشته هم جمهوری اسلامی ایران در مزان این اتهام قرار گرفته که عمل کردی مثل این داشته در اروپا. حالا این اتفاقهایی که افتاده میشه گفت که کار رو به سمتی خواهد برد که در آینده شاید جمهوری اسلامی حرکت به این سمت رو به نفع خودش ندونه دفعات دیگه؟ من حقیقتش از لحاظ استدلال‌های عقلانی و بررسی شرایط سیاسی در حال حاضر هیچ انگیزه‌ای رو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، چه دولت و چه در حتی بیت رهبری، مبنی برای این که در این وضعیت حساس بخوان روابطشون رو با اتحادیه اروپا کلن تخریب بکنن نمی‌بینم. من اعتقاد دارم که با توجه به تحریم‌های همه جانبه‌ای که در سال 2012 و تجربه تلخی که به خصوص رهبر جمهوری اسلامی واقع داشت و همچنین رویکرد تهاجمی که ترامپ، اسرائیل، عربستان سعودی علیه برجام اتخاذ کرده، دولت جمهوری اسلامی علاقمند به حفظ روابط با اتحادیه اروپا هست تا در یک گوشه رین قرار نگیره، تا منزوی نشه. من هنوز واقعیتش به این واقعیت هم به این نتیجه نرسیدم که اصولا این حرکات به صورت سازماندهی شده از طرف ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشه. پیشفرضی که در این مورد مطرح میشه تنها گروه‌های خودسری هستن که میتوانن به صورت خود مختار عمل کرده باشن برای اینکه تضعیف رابطه با غرب باشه، و یه پیشفرض دیگه مبنی بر اینکه این حرکات از طرف بلوکی که در صدد تضعیف برجام هست سازماندهی شده باشه. ممنونم از مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات از پاریس فرانسه با ما. چند خبر کوتاه. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داده که یک آمریکایی دیگر در ایران زندانی شده. مایکل وایت 46 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد در حبس است. این عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا تابستان برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود، اما با آمریکا بر نگشت. در ایران بیش از 1000 نفر با امضای نامه خواهان آزادی کوروش کرمپور معلم و شاعر زندانی شدند. گفته شده امضا کنندگان از فعالان اجتماعی و فرهنگی هستند. بر اساس گزارش‌ها کوروش کرمپور 40 ساله اهل آبادان 13 دی بازداشت شده و در یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در اهواز نگهداری می‌شود. در بخشی از این نامه نوشته شده آقای کرمپور بخشی جدا نشدنی از هویت فرهنگی آبادان پس از جنگ بوده و تهدیدی علیه منافع ایران نیست. معاون استاندار کردستان ایران گفته که چند نفر در ارتباط با قتل یک راننده آمبولانس دستگیر شدند. حسین خوش اقبال گفته قتل کوهسار فاتحی حمله تروریستی بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، این راننده آمبولانس تیر امسال هدف گلوله قرار گرفته. معاون استاندار کردستان گفته که در روزهای گذشته چند نفر از اعضای گروه‌های مخالف سیاسی که در پوشش تشکل‌های زیست محیطی فعالیت می‌کردند دستگیر شدند، که پس از بررسی‌ها معلوم شده همین افراد در قتل راننده آمبولانس نقش داشتند. وزارت کشور استرالیا اعلام کرده در صورت بررسی و تصمیم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، درخواست پناهندگی رحف محمد القنون شهروند 18 ساله سعودی را بررسی خواهد کرد که در تایلند مانده است. دوشنبه مقام‌های اداره مهاجرت تایلند تلاش کرده بودند تا خانم رحف محمد القنون را با پروازی به کویت و به نزد خانواده‌اش بازگردانند، اما او خود را در اتاق هتل محبوس کرد تا نتوانند او را بازگردانند. خانم القنون میگوید از دین اسلام روی گردانده و در صورت بازگشت جانش در خطر است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که اسماعیل بخشی از نمایندگان سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در دوران بازداشت شکنجه نشده. صبح امروز مشاور رئیس جمهوری ایران در کانال تلگرامش نوشت که حسن روحانی دستور رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را داده. قبل از آن هم صادق لاریجانی دستور رسیدگی به این موضوع را داده بود. حالا مجلس به نقل از وزیر اطلاعات دولت روحانی میگوید که آقای بخشی شکنجه نشده و به همکاری با یک حزب کمونیستی در خارج از ایران هم اعتراف کرده. مریم افشان گزارش می‌دهد. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه. او به تازگی گفته که در دوران بازداشت تا سرحد مرگ شکنجه شده. آقای بخشی در صفحه اینستاگرامش نوشت که پس از گذشت تقریباً 2 ماه از آن روز سخت، دندانه های شکستم، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد می کنم. جالب این که شکنجهگران خود را سربازان گمنام امام زمان می نامند. هیئت رئیس و برخی از نماینده ها این درخواست رو مطرح کرده بودند که موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح بشه. ما بلافاصله با تغییر دستور توی دستور گذاشتیم. مسئولان هم شخصای وزیر هم معاونان و هم مدیر کل اطلاعات استان خوزستان در جلسه حضور پیدا کردن، فیلم هایی هم اومدن در اینجا منتشر کردن. اون چیزی که هست به هر حال در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری هایی صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که مأمور انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته و حتی خود ایشون هم این موضوع رو مطرح کرده. صبح امروز حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی گفت که رئیس جمهور دستور رسیدگی به این پرونده را داده. پیشتر هم رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام هیئتی مستقل به خوزستان شده بود و بدون اشاره به نام آقای بخشی از تخلف احتمالی بازجو در نحوه برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه سخن به میان آورده بود. نمایندگان مجلس به همراه وزیر اطلاعات در جلسه بررسی پرونده آقای بخشی فیلمی را دیدند. توی اعترافاتی که اینجا پخش شد، بله، ایشون انکار نمی‌کنه، اعلام می‌کنه که وابسته به چنین حزبی هست. کدوم حزب میشه؟ حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره، که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب و در کشور اروپایی هم در واقع پایگاه این حزب هست. وکیل اسماعیل بخشی میگوید که فشارها و جو روانی علیه موکلش برای تکذیب شکنجه شدن افزایش یافته. بار اول نیست که یک زندانی در ایران پس از آزادی از زندان میگوید که شکنجه شده. سازمان‌های حقوق بشر بارها و بارها نه تنها نسبت به شکنجه زندانیان سیاسی عقیدتی، که حتی شکنجه زندانیان عادی هم هشدار دادند. این شکنجه ها گاه از سوی ماموران پلیس، گاه اطلاعات سپاه و گاه در زندان‌های تحت نظارت قوه قضاییه صورت می‌گیرد. حالا اسماعیل بخشی از شکنجه شدن به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داده. یکی از نزدیکان سپیده قلیان، فعال مدنی که در جریان تجمعات کارگران هفت‌تپه به دست وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به بی بی سی گفت با کابل به کف پا و دستهاش می زدن، باتون به کمرش می کوبیدن، چشم بند زده به او لگد می زدن و اون رو به در و دیوار می کوبیدن. بازجوها بهش می گن انقدر علیه تو شایعه می سازیم و ماجرا درست می کنیم که به دست بستگان یا کارگران به قتل برسی. روایت مشترک بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. بدرفتاری و شکنجه، ضرب و جرح زندانی به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر بخشی از رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان شده. این روزها فضای مجازی پر شده از روایت‌های اشخاصی که در سال‌های گذشته در زندان‌های ایران شکنجه شدند. با هشتگ من هم شکنجه شدم. از صدها مورد شکنجه شاید تعداد اندکی مانند اسماعیل بخشی باشند که شجاعت علنی کردن آن را پیدا کنند و شاید از موارد نادری باشد که سه قوه هم قول پیگیری دادند، اما هیچ کدام از رؤسای سه قوه و نمایندگانشان با او ملاقات نکردند. او را حتی به جلسه‌ای که برای رسیدگی به ادعایش در مجلس برگزار شد دعوت نکردند تا روایتش از خشونتی را که میگوید علیهش انجام شده بشنوند. تجربه 4 دهه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که شجاعت بازگویی خشونتی که به فرد زندانی شده، اگر به متهم شدن دوباره او ختم نشود، در بهترین حالت بدون هیچ نتیجه‌ای بایگانی می‌شود.
تابوتشو میارید توی اعتصابات، مرده ملت فریاد میزنه. مریم افشنگ، بی بی سی. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای رحمانی، شما حدود یک سوم از سالهای زندگیتون رو در ایران زندانی بودید. مشاهدات شما چیه؟ ببینید، شکنجه که به تکلیش سیستماتیک ولی نه یه شکل در جمهوری اسلامی هست. ما در دهه 60 شکنجه بود به شدت با اولویت اعتراف گیری و اطلاعات گیری که خیلی شدید و سخت بود. بعد شکنجه شد با اولویت اعتراف گیری. طرف یه سناریوی می نوشتن، طرف بیاد بگوید من عضو سیام، عضو کاگبه هم، عضو فلانم و داشتم خیانت می کردم و کودتا می کردم. و از یه شکنجه هم هست برای رو کم کردن، خسته کردن زندانی با اشکال مختلف. شاید آقای امیر انتظام، آقای محمد علی عمویی و آقای طاهر احمدزاده را بشه اسم برد از کسانی که انواع شکنجه ها در حقشان اعمال شد. و این واقعیت که شکنجه وجود داره به شکل سیستماتیک، منتها با اشکال متفاوت با توجه به ویژگی و شرایط زندانی. سازوکار قانونی چیه؟ آیا امکان شکایت هست؟ شکایت ها یا پیگیری میشه؟ ببینید، متهم همون قاضیه، یعنی سیستم امنیتی و سیستم قضاییه که عملا پیگیری به نقض خودش منجر میشه. البته این مفهوم نیست نباید علنی کرد، نباید شکایت کرد، ولی همین آقای رئیس قوه قضاییه دیروز اعلام کرد که زندان هتل نیست. این حرف آقای لاجوردیه. این که زندان هتل نیست حرف جدیدی نیست، ولی پشت این حرف که زندان هتل نیست، یعنی ما تو رو زندان میاریم بعد از حتی اعتراف، بعد از هر شکنجه که دوباره روت هم کم کنیم. یه اصلی هم در جمهوری اسلامی هست که وقتی شما زندان میکشی هم زندانی سیاسی روحشو میخوان کم کنن، خستش کنن، انفرادی برای این به کار گرفته میشه. و شکنجه هم ابعاد مختلف داره، از کابل کف پا تا به اصطلاح توپ فوتبال شدن تا انفرادی شکنجه نرم بی سر صدا و بسیار خشن و خطرناک در عین خودش. یعنی زندانی در یک مدت طولانی ایزوله می شود و اون موقع بازجو روی او سعی می کند سوار بشود. پس ولی شکایت ها معمولا ماسمالی می شود یا موردی می شود. مثلا بازجوی ستار گفت من اینه زدم، گفتن آقا این یک خلاف بوده. دست که می دانیم آگاهی سیستماتیک می زنه، می دانیم که زندانی سیاسی وقتی می گیرن اگر کتکش نزنن انفرادی می دازن. انفرادی هم یک نوع شکنجه هست و این ادامه داره. شکایت ها معمولاً با تعبیر خودمان ماسمالی می شود، چون نگاه رئیس قوه قضاییه خیلی مهمه. اولا بزرگ نکنید، دوما هتل نیست زندان، خیلی مهمه. معلومه زندان هتل نیست، ولی قرار نیست از زندانی انتقام گرفته بشه و روی زندانی کم بشه. ببینید، حتی اعزام نکردن بیمار رو به بیرون که آقای امیر انتظام میگه از الگوهاش بود، اذیتش میکردن رو اعزام به خاطر بیماریای زیادی داشت. الان نرگس محمدی نمیکنن، نازنین زاغدی نمیکنن، اینم یک نوع شکنجه است. اسماعیل بخشی هم حالا توپ فوتبال شده، یعنی به گونه خاطر روش کم کنن و یک اعتراف هم ازش بگیرن. بعضی از این پرونده‌ها که بهش اشاره کردین رسانه‌ای میشه، بعضی از مقامات میان میگن رسیدگی میکنن. آیا این رسیدگی‌ها هیچ وقت کمکی میکنه به این پرونده‌ها؟ ببین، به طور کلی میگم شدت شکنجه رو میشود در این نظام کاهش داد با حساسیت و مسئله دار کردن. این دهه 60 بی‌بهاوا میزدن، وحشتناک. من همین تجربه رو دارم. در دوره اصلاحات وزارت اطلاعات اومد کتک کمتر کرد، اطلاعات سپاه تشکیل شد که هم کتک میزد هم به اصطلاح معروف اعتراف میگرفت. الان با توجه به فضای مجازی طرح این مسئله باعث میشود ملاحظاتی صورت بگیرد، ولی اصل مسئله تا وقتی تشکلات در ایران قانونی نشدن و حق اعتراض قانونی نشده است، این مسئله وجود دارد. ولی یک نکته رو بگم، خطرناکترین شکنجه ها در حق کسانی می شود که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همه چیزشان می دانه، فقط می خواهن روشان کم کنن و سناریو بنویسن این افراد قربانی کنن. یک روز می شوند برانداز خاموش، مثلا ملی مذهبی ها، یه روز می شوند نفوذی، الان خط نفوذ. و معمولا این جملات آقای خامنه‌ای یک تکه‌ای در یک سخنرانی می گوید، بعد می شود پرونده. ما می دانیم حتی آقای خامنه‌ای این بلا رو سر سعید، زن سعید امامی هم آورد، وقتی که گفت نباید قتلای زنجیره‌ای به اصطلاح کار خودی ها باشد، کار سرویس های بیگانه است.
به اون شکنجه زن سعید امامی دادن و میدانیم که این اطلاع ما باید مقابل نفوذ بیستیم، یک سری باید دستگیر بشن تا افرادی که در کنار آقای خامنه‌ای پست دارن اونام حواسشون رو بفهمن، آقای روحانی، آقای خاتمی و اسلام معروف ملی مذهبی ها رو میگرفتن تا اصلاح طلبان داخل نظام هوای خودشون رو بفهمن. اینو سیاسته. الانم اعتراضات صنفی و مدنی و به این شکل با زدن امثال اسماعیل بخشی میخوان کم کنن و به اصطلاح اعتراضات افراد متهم کنن به گروه های سیاسی و اخطار هم. هر انسانی حق اعتراض صنفی داره جدا از عقیده سیاسیش، حق اعتراض صنفی داره، این حق باید به رسمیت شناخته شه. ببینید ما یه چیزی به نام جرم سیاسی داریم که از زیر دست جنتی رد شده، ولی قوه قضاییه هنوز یک نفر در ایران مصداق محاکمه جرم سیاسی پیدا نکرده. آقای اسماعیل بخشی در شرف جرم سیاسی تعریف میشه، او چه کار امنیتی کرده؟ حقوقش عقب مانده، حقوقش ندادن، اعتراض کردن، تشکل صنفی نداره. به خاطر به این نکات باید توجه کرد. بعد طرح این مسائل به خودی خود خوبه و اگر جامعه مدنی قوی باشه میتواند نظام عقب بنشاند، شکل شکنجه رو کمتر و نرمتر کنه تا روزی که نباشه. متشکر از شما. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و از زندانیان سابق. حسین باستانی همکارم در استودیو با ماست. آقای باستانی، مشاور رئیس جمهوری در کانال تلگرامش اعلام میکنه که رئیس جمهوری دستور بررسی داره. اگر که رئیس جمهوری میخواد واقعا بررسی بکنه، چرا به این شکل؟ چرا باید مشاورش در کانال تلگرامیش اعلام بکنه که قرار بررسی بشه؟ ببینید، این که این دستور صادر شده یا نشده یا اگر شده به چه صورت بوده، خب ما واقعا در این مورد که چیزی نمیدونیم. بالاخره یک پست تلگرامی بوده و بیش از اون هم نبوده. اما خب چاره ای نداریم جز این که عملهای انجام شده رو مبنای قضاوت قرار بدیم. دولت اگر که در این ارتباط بخواد واکنشی نشون بده، خب اون وزیری که در مسائل امنیتی مسئولیت داره در این فقره خاص دستگاه او متهم هست به این که شکنجه رو انجام داده و در جلسات کابینه هم شرکت میکنه، مسئول اون دستگاه خب وزارت اطلاعات هست. وزارت اطلاعات همزمان با اعلام این خبر از طرف مشاور رئیس جمهور اومده در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کرده، شخص وزیر شرکت کرده، با مدیران وزارتخونه گفتن که آقای بخشی دروغ میگه و یک چیزهایی رو هم که خب ضبط کردن علیه اون نشون دادن و بعد خب شما میدیدید که در واقع رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به نظر میومد که متقاعد شده که پس شکنجه‌ای صورت نگرفته. حالا همون مسئولینی در وزارت اطلاعات دارن میرن اینها رو میگن و به همراه وزیر رفتن و اینها رو گفتن که حداقل با چشم خودشون شاهد بودن که چطور تعدادی دو رقمی از اعضای همین وزارتخونه رو، بازجویان همین وزارتخونه در دهه 70 ازشون اعتراف گرفتن که جاسوس اسرائیل هم، ولی خب زیر به هر حال فشار اونها این اعتراف کرده بودن. معزلک رفتن همین رو در ابتدای در واقع اعلام این خبر که قرار بررسی بشه اعلام کردن. اگر قرار بررسی صورت بگیره، خب این که اون دستگاهی که متولی این داستان هست و متهم این داستان هست همون ابتدا و در غیاب فرد شکنجه شده میره و اعلام میکنه شکنجه ای صورت نگرفته، خب این دیگه چه بررسی هستش؟ اگر در ابتداش به عبارت دیگه انتهای اون بررسی به این صورت اعلام شده. آقای باستانی، در پرونده های مختلف اتهاماتی علیه وزارت اطلاعات مطرح شده. چقدر وزارت اطلاعات تحت کنترل رئیس دولته؟ آیا ما تفاوتی در عملکرد وزارت اطلاعات در دوران رئیس جمهوری های مختلف دیدیم؟ ببینید، این بحثی که وزارت اطلاعات در دوران های مختلف چه عملکردی داشته تا چه تحت نظر رئیس جمهور است و نیست، این بحثی که ادامه داشته از دیرباز و تا مدت غیر قابل پیش بینی هم ادامه خواهد داشت. باز اگر ما بخوایم روی این مورد خاص متمرکز باشیم، یعنی مورد آقای اسماعیل بخشی، خب همونطور که شما هم اشاره کردید قبلا، خب دستوری گفته شده که از طرف رئیس جمهور اعلام شده و این دستور هم طبق گفته مشاور رئیس جمهور گفته که دستور صریح رئیس جمهور. این چه صراحتی هست که توسط خود رئیس جمهور اعلام نشده، حداقل ما داریم تا این لحظه قضاوت می‌کنیم، و یک مشاور رئیس جمهور به عنوان یک پست تلگرامی این رو اومده اعلام کرده و بعد هم در عمل در همون روز وزارت اطلاعات انگار اومده حکمش رو هم داده، که یعنی خب کل این بررسی رو زیر سوال میبره که تا چقدر قرار جدی گرفته بشه همچین بررسی. همین امروز اتفاق دیگری هم افتاد که اون هم به وزارت اطلاعات مربوط بود،
یعنی اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرد که یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات در عملیاتی در اروپا برای زدن افراد نقش داشته و در نتیجه اومد اون رو مورد تحریم قرار داد. 11 آبان گذشته باز دوباره به یک شیوه مشابه، یعنی روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت هست، اومد اعلام کرد، حالا در اون فقره خاص داشت در مورد پرونده دانمارک، چون در این اقداماتی که نسبت داده شده به وزارت اطلاعات ایران در اروپا، خب در فرانسه بوده، در هلند بوده، در دانمارک بوده مشخصا، در ارتباط با اون پرونده دانمارک مقاله‌ای رو چاپ کرد و این احتمال رو مطرح کرد که به گفته روزنامه ایران عناصری خودسر این کارو کرده باشن. ماجرای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 یادآوری کرد که معنی داره دیگه، چون پرونده‌ای بود که حکومت میگفت ربطی به حکومت نداره، بعد معلوم شد که مأمورین وزارت اطلاعات بودن و بعد گفتش که رئیس جمهور باید تا ته این قضیه رو پیگیری کنه و حتی یک خبری رو اعلام کرد، گفتش که در واقع شنیده میشه که در روزهای آینده قراره که رئیس جمهور در این خصوص چیزهایی رو اعلام بکنه و گفتش که رئیس جمهور تصمیم نهاییش رو گرفته و قراره که به زودی اتفاقاتی بیفته. هیچ اتفاقی نیفتاد، نه در روزهای آینده و نه در هفته های بعد و نه خب بالاخره این صحبت مال دو ماه پیشه. ببینید یک الگوی یکسان هست دیگه، منابعی نزدیک به دولت چیزایی اعلام میکنن. در اون فقره روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت بود، هر روزنامه ای نبود که بگیم خب یک تحلیل مطبوعاتی ممکنه که حالا تحلیل رو اشتباه کرده، روزنامه رسمی دولت خبری رو اعلام میکنه، رئیس جمهور قراره در مورد یک پرونده ای که به وزارت اطلاعات مرتبط شده بیاد چیزی رو اعلام کنه، خب اتفاق نیفتاده. در ماجرای امروز هم باز یک مشاور رئیس جمهور میاد یک خبری رو اعلام میکنه که رئیس جمهور دستور رسیدگی صریح داده، در حالی که همون روز اتفاقی که افتاده در ارتباط با وزارت اطلاعات و حضورش در مجلس و نحوه برخوردش با پرونده، خب در جهت این که داره رسیدگی صریح صورت میگیره به هیچ وجه نبوده. اتفاقی که داره میفته اینه که به مرور انگار افکار عمومی عادت میکنه که این جور اطلاع رسانی های منابع نزدیک به دولت در مورد اینکه رئیس جمهور دستور رسیدگی صریح داده، تصمیم نهاییش رو گرفته، در مورد پرونده‌های مرتبط با وزارت اطلاعات رو جدی نگیرن. این فرایندی که در بهترین حالت معنیش اینه که تکلیف رئیس جمهور ایران با وزارت اطلاعاتش حداقل تا این لحظه که صحبت می‌کنیم روشن نیست. متشکرم. حسین باستانی در استودیو با ما. چهار گروه سیاسی طرفدار برقراری جمهوری عرفی یا سکولار در ایران در مورد دخالت قدرت‌های خارجی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی هشدار دادند. اتحاد جمهوری خواهان، جبهه ملی سازمان‌های خارج از کشور، همبستگی جمهوری خواهان و حزب چپ ایران همچنین مدل‌های موروثی و ایدئولوژیک حکومت را رد کردند. آنها همچنین از تلاش عده‌ای برای منجی نشان دادن رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران انتقاد کردند. مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران از برلین آلمان. بس آقای فتاپور، چرا فکر کردید که صدور چنین بیانیه‌ای لازمه؟ ایران در یک شرایط بسیار دشواریه. ما در یک شرایطی هستیم که وضعیت به این گونه‌ای که هست نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بحران اقتصادی، فشار بین المللی، نارضایتی مردم و مجموعه مسائلی که 40 سال روی هم انباشته شده، یک شرایط انفجاری در ایران به وجود آورده. از طرف دیگه وضعیتی که در جامعه وجود داره، این فشار اقتصادی، تحریمی که وجود داره و از اون طرف مشکلات محیط زیست، مسئله آب که احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به کار داره، شرایط بسیار سختی برای ایران به وجود داره. ما تصورمون بر اینه که برای نجات کشور از این مسائل ما باید موقعیتی به وجود بیاد که مجموعه نیروهای سیاسی، مجموعه نیروهایی که به مسائل کشور فکر میکنن، همه بتونن در حیات کشور شرکت داشته باشن و مسائل جامعه ما در شرایط کنونی تنها میتونه با مشارکت همه نیروها حل بشه. و این خب معنیش اینه که ما باید از این وضعیتی که وجود داریم گذر بکنیم و باید وضعیتی به وجود بیاد که بقیه نیروها بتونن در حیات سیاسی عمل بکنن. از نظر ما تنها شکلی که میتونه یک چنین شرایطی به وجود بیاره یک رژیم جمهوری سکولار و دموکراته، رژیمی که بتونن همه جریانات سیاسی مشارکت داشته باشن، بتونن برن تو پارلمان، بتونن برن تو شوراها نقش داشته باشن و هیچ مقامی، چه ولایی، چه موروثی یا به هر شکل دیگه دیکتاتوری نتونه از بالای سر دیگران تصمیم گیری بکنه. خب ولی خب گروه های متعددی همچین حرفی میزنند. چی شده که چهار گروهی که بیانیه دادن و شما هم پای اون بیانیه رو امضا کرد دید به این فکر افتادید؟
کسی نیست که بگه خصوصا از جریان‌های منتقد یک نظام مردم سالار و دموکراتیک در ایران نمیخواد. طبیعتاً کسانی که از نظر ما رژیم مردم سالار در ایران معناش یک رژیم جمهوری سکولار و دموکراته و کسانی که یک چنین اعتقادی دارن، یک چنین هدفی رو دارن، ما همه اونها رو به دعوت میکنیم به کار مشترک تا بتونن. ولی ضمن این شما انتقاد هم مطرح میکنین، مثلا میگید که با سیاست‌های آلترناتیو سازی از سوی قدرت‌های خارجی و اتکای اپوزیسیون به اونها برای تحولات سیاسی در کشور مخالفید. بله، این یک بخش قضیه بود که من صحبت کردم، یعنی اهدافمون. از طرف دیگه وضعیت سیاسی کشور موقعیتی به وجود آورده که معتقدیم اگر قرار باشه تحولات در جامعه ایران بتونه به دموکراسی منجر بشه و بتونه به حل مسائل منجر بشه، لازمش اینه که نیروهایی در نقش داشته باشن که به مردم بخوان متکی باشن و مردم ایران بتونن تصمیم گیر باشن. اگر ما بخوایم در این مقطع بخوایم تکیه بکنیم با نیروهایی که اونها طبیعتاً دارن منافع خودشون رو تعقیب میکنن و هر لحظه میتونن سیاستشون تغییر بکنه، مشخصاً دولت اسرائیل، مشخصاً آقای ترامپ و به خصوص دولت عربستان، این طبیعتاً با روی کار اومدن یک رژیم دموکراتیک در ایران منافات داره. و بدتر از اون، کما اینکه در تمام جهان دیدیم که وقتی یک چنین وضعیتی به وجود میاد، نیروهای بین‌المللی میان سعی میکنن نقش ایفا بکنن، ما خیلی امکان داره به جنگ و خونریزی و دردگیری بیانجامه و یک نسل از جامعه ما مجدداً با مشقات زیادی منجر بشه. به همین دلیل معتقدیم که باید نیروهای سیاسی که میخوان دموکراسی در ایران به وجود بیارن متکی بشن به مردم و از این که بخوان با کمک خارجی یا بخوان از طریق کمک‌های مالی یا تایید سیاست‌های اونها بخوان عمل بکنن. خب آقای فتاپور، تقریبا جریان سیاسی رو نمیشه شناخت که بگه ما متکیه به مردم نیستیم، ولی اینی که آیا میشه از خارج کمک گرفت یا نه محل بحثه. از نظر شما این حد چقدره؟ اصلا کلن نفی میکنید این رو؟ بله، کمک گرفتن، کمک مالی، کمک نظامی، کمک اطلاعاتی از خارج در شرایطی گروه‌های متعددی وجود دارن، معناش اینه که این گروه‌ها برای اینکه بتونن این کمک رو جلب بکنن وارد یک مسابقه تایید اونها میشن، وارد تایید سیاست‌ها میشن. اینو همین امروز ما شاهدیم، یعنی شاهد این هستیم که کسانی که میخوان این کارو بکنن، مثلا دولت عربستان رو برای تقویت، برای مقابله با رژیم بنیادگرا تایید میکنن. آخه دولت عربستان چطور میشه ازش فکر کرد که این دولت عربستان مثلا میتونه طرفدار یک رژیم دموکراتیک در ایران باشه؟ برای اینکه ما از این پرهیز بکنیم، از این خطر، تنها راهش اینه که تمام نیروهای سیاسی ایران، این نیروهایی که میخوان دموکراسی در ایران به وجود بیارن، این نوع عمل رو رد بکنن و بیان متکی بشن به خودمون، متکی بشن به مردم و بر مبنای سیاستی که به سود ایرانه برخورد بکنن با کشورهای خارجی، و نه اینکه بخواد بر اساس اینکه بخوان جلب کنن کمک اونها رو به گروه خودشون بخوان سیاست ورزی بکنن. ممنون از مهدی فتاپور، از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران از برلین آلمان. در ایران گزارش‌های منتشر شده که حاکی از مرگ زهرا نویدپور است، زنی که سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس را به تجاوز متهم کرده بود. علت مرگ او مشخص نیست. حدود یک ماه و نیم پیش ویدیویی منتسب به خانم نویدپور منتشر شد که او در آن ادعای تجاوز و پیگیری‌هایش در این خصوص را توضیح می‌داد. فعلا آقای خدادادی و دیگر مسئولان به ادعاهای مطرح شده واکنشی نشان ندادند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. زهرا هستم. 28 سالمه. آخرین ویدیویی که از زهرا نویدپور منتشر شده. سال 93. زنی که یک نماینده مجلس ایران را به تجاوز متهم کرده بود. ویدیو حدود یک ماه و نیم پیش در یوتیوب منتشر شد. گفته می شود که پریروز جسد این زن در خانه مادرش پیدا شده. علت مرگ هنوز مشخص نیست. گفتم فقط ایشون می تونه بهترین شغل رو ایجاد کنه. لذا بنده هم تصمیم گرفتم نامی رو به ایشون نوشتم. خانم نویدپور میگوید چند سال پیش برای کار به سلمان خدادادی، رئیس فعلی کمیسیون اجتماعی مجلس مراجعه کرده بود و آنطور که ادعا کرده این نماینده به او تجاوز کرد. این لباسهای خودش رو شروع کرد به در آوردن. یا دیدم این کمد و کتابخونه‌اش تبدیل به یه هایی باز شد، نمیدونم حالا چطور، تبدیل به تخت خواب شد. اما از زنی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را به تجاوز متهم کرده بود چه می‌دانیم؟ خانم نویدپور 28 سال داشت.
متولد شهر ملکان در استان آذربایجان شرقی بود. از همسرش جدا شده بود و آنطور که وبسایت هرانا نوشته، به واسطه همکاری سابقی که بین پدرش و آقای خدادادی در سپاه وجود داشته، برای پیدا کردن کار به او معرفی شده بود. خانم نویدپور گفته بود که ماجرای تجاوز را به مسئولان اطلاع داده. بعدم حراست مجلس اینا رو که گفتم، اونا بعد این مدارک رو تحویل گرفتن، حرفا مشیدن، گفتن که با تمسخر. خانم نمیتونی ثابت کنی. به کسی هم راجع به این چیزی نگو. کسی باور نمیکنه، آبرو خودت میره. خانم نویدپور هم در ویدیویی که از خودش منتشر کرده بود و هم در گفتگویی که 5 ماه پیش با وبسایت هرانا انجام داده بود، میگفت که آقای خدادادی او را بارها تهدید کرده که نباید ماجرا را علنی کند. وبسایت هرانا آن زمان حتی فایل صوتی منسوب به تهدیدهای آقای خدادادی را هم منتشر کرد. بی بی سی مستقلا نمیتواند این ادعاها را تایید کند. سلمان خدادادی هنوز واکنشی به اتهام نشان نداده. اما نماینده‌ای که به تجاوز متهم شد کیست؟ آقای خدادادی 56 سال دارد و او هم اهل شهر ملکان است. او نماینده چندین دوره مجلس بوده. اواخر مجلس هفتم به اتهام‌های اخلاقی بازداشت شد. پیش از بازداشت بار دیگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود. ابتدا اعتبارنامه‌اش در کمیسیون تحقیق مجلس هشتم رد شد، اما در نهایت تایید نمایندگان را گرفت. شورای نگهبان در دوره نهم مجلس صلاحیتش را رد کرد و همکنون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است. خانم نویدپور ادعا کرده بود تهدیدها و برخوردهای آقای خدادادی باعث شده کارد به استخوانش برسد و ماجرا را علنی کند. بعد اینکه خبر رو رسانه‌ای کردم، از شورای نگهبان خودشون با هم تماس گرفتن، گفتن خانم اگه بر این ادعات. او گفت شکایتش را به خیلی جاها برده. سپاه و اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی به ظاهر همشون وارد عمل شدن. زهرا نویدپور در نهایت گفت پیگیری‌هایش به نتیجه ملموسی نرسیده. اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس خبر مرگ خانم نویدپور را در کانال تلگرامش منتشر کرده. آقای اعلمی نوشته خبرهای تایید نشده ای دلالت بر خودکشی او دارد، اما پزشکی قانونی هنوز نظری نداده. بسته شدن پرونده زندگی زهرا نویدپور که یک شهروند عادی بود، سوال‌های زیادی را درباره سلامت سیستم قضایی ایران زنده کرده. اینکه بررسی منصفانه ادعاها و شکایت‌های افراد صرف نظر از درستی یا نادرستیشون بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد باشه. فیروزه اکبریان، بی بی سی. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز سه‌شنبه با انجام 2 دیدار دنبال شد. ابتدا در گروه دی که ایران هم در آن قرار دارد، عراق با نتیجه 3-2 بر ویتنام غلبه کرد. عراق که در نیمه نخست 2-1 عقب افتاده بود، در دقیقه 60 بازی را مساوی کرد و در لحظات پایانی هم گل پیروزی را به ثمر رساند. در بازی دیگر هم در گروه ای عربستان موفق شد با نتیجه 4-0 کره شمالی را شکست دهد. اما بعد از پیروزی 5-0 ایران برابر یمن در جام ملت‌های آسیای 2019، زنگ خطر برای دیگر مدعیان قهرمانی به صدا درآمده. حالا ایران روی بازی دوم گروه مقابل ویتنام متمرکز می‌شود. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما که سر تمرین امروز تیم ملی هم حاضر شده بود، نگاهی کرده به بازی ایران و یمن. ایران جام ملت‌های آسیا را سراسر حمله شروع کرد. با گل مهدی طارمی در برگشت شوت سردار آزمون، تیم ملی از حریف اولش یمن جلو افتاد. نیم ساعت بعد از شروع اندوخته ایران 3-3 شد. اول ضربه ایستگاهی دژاگه کاپیتان تیم که با کمانه تیر و دروازه‌بان یمن گل شد، و بعد ضربه سر دقیق طارمی روی سانت دقیق‌تر رضاییان. در نیمه دوم آتش بازی ادامه داشت با 2 گل روی 2 ضربه ایستگاهی. آزمون از فاصله نزدیک گل 4 رو زد و سامان قدوس با شوتی سرزد نتیجه نهایی رو ثبت کرد. ایران 5-0. بازیکنان یمن که این روزها دوران خوبی را در زندگی شخصیشان پشت سر نمی‌گذارند، سرخورده استادیوم را ترک کردند. اما ایرانی‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند.
من مطمئنم تمام تمرکزمون رو بازی بعد بازی با ویتنام که ان شاءالله اونم بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، دل مردم ایران شاد کنیم که سنگ تمام گذاشتن برامون. همیشه بازی اول یه خورده چون تیما شناختی از هم ندارن یه خورده سخت میشه، چند دقیقه اول هم بازی گره خورده بود ولی خدا رو شکر تونستیم گل بزنیم و الحمدلله. مهم این بود که بازی اول رو با برد شروع کردیم. هر بازی برنامه خاصی واسه خودش داره، قرار نیست چون تو جام جهانی ما دفاعی بازی کنیم حالا اینجا هم بخوایم دفاعی بازی بکنیم و خب این بازی و اون آنالیزایی که ما میکنیم واسه هر تیمی. اما در تورنمنت های عمده لحظه غفلت میتواند به معنی خداحافظی باشد و با سه امتیاز هیجان زده شدن هنوز زود است. میدونیم که دیروز تیم ما بدون عیب نبود. باید سعی کنیم که در خیلی موارد بهتر از این باشیم. اگر می‌خوایم در مسابقات به مراحل بعدی برسیم، باید بهتر از این باشیم. اینجا اومدیم که روی اون قسمت‌هایی که فکر می‌کنیم خوب نبودیم کار کنیم. نفراتی که جلوی یمن در ترکیب اصلی بودند، فعلا به اندازه بقیه در تمرینات فشار نمی‌آورند. ولی در یک تیم 23 نفره همه باید آماده باشند تا هر لحظه با تصمیم کادر فنی نقش خود را ایفا کنند. آرامش بعد از طوفان، فردای برد پرگل مقابل یمن، تیم ملی از نظر ذهنی و فیزیکی دوباره خودش رو آماده میکنه چون راه فینال طولانیه و 6 اسکاه دیگه وجود داره. حریف بعدی ویتنام همینجا در ابوظبی. پوریا جعفره، بی بی سی. بیژن سمندر، ترانه‌سرای سرشناس و خالق بسیاری از اشعار خاطرانگیز ایرانی، در 81 سالگی درگذشت. آقای سمندر تا پیش از انقلاب در ایران کارها و مسئولیت‌های فرهنگی و هنری بسیاری داشت. او در 10 سال گذشته به بیماری پارکینسون مبتلا بود و آخرین سال‌های عمرش در اغما بود. آثار بیژن سمندر با صدای خواننده‌های مشهور ایرانی از جمله ستار، ابی، هایده و معین جاودانی شد و زیباترین آنها باید به ترانه گل سنگم با صدای خانم هایده اشاره کرد. فرخ آهی، آهنگساز از لس آنجلس آمریکا با ماست. آقای آهی، مهمترین میراث آقای سمندر چه بود؟ این همیشه در فکر و ذکر تمام ایرانی ها و مخصوصا جامعه هنری ایران یک آقا، یک گل بود. شما هر آثار ایشون رو گوش بکنین، این صورت خیلی با محبت ایشون و اون اپروچی که به تمام کارش و اون عشقی که به کارش می‌ورزید و همیشه ما بیاد داریم و من چه خاطرهای زیبایی با ایشون دارم. یه شاعر و ترانه‌سرا و در ضمن یک جنتلمن، یک مرد با محبت. به همون بگین از خاطرهاتون آقای آهی. همیشه حاضر بود. یعنی شما تور استودیو اگر یک جای گیر می‌کردین، باور کنین با خیلی طول میکشه. بعضی ها مجبور میشیم که ضبط و تأخیر بدیم و به یه روز دیگه، ولی ایشون همیشه حاضر، اینقدر برای گفتنی داشتن که براشون یه چیز خیلی راحتی بود شعر گفتن و همه شعراش هم واقعا خیلی خیلی با جاودانی و موندنی خواهد. آقای خیلی متاسفم باید از دست دادن این گل رو به تمام جامعه هنری و تمام مردم ایران تسلیت میگم. آقای سمندر مثل بسیاری از هنرمندان در پی انقلاب اسلامی در ایران ناچار به خروج و ترک وطن شدند. این مهاجرت اجباری، این تبعید چه تأثیری بر خلق آثار هنری او داشت؟ ایشون مثل همه ما سعی میکردیم که موسیقی ایرانی رو زنده نگه داریم و سعی بکنیم هیچ وقت از یاد مردم نره، برای اینکه ما بودیم که باعث بودیم که موزیک بمونه. دوستان هنرمندی که در تبعید اومدن و لس آنجلس و در
جای دیگه بودن مثل ایشون که اینقدر آثار جاودانی دارن. آقای آهی، شاید من یه ذره نوستالژیک باشم ولی فکر می‌کنم که بسیاری از ترانه‌های آقای سمندر از لحاظ مفهومی و زیبایی عاشقانه متفاوته با بسیاری از ترانه‌های امروزی. این تفاوت به نظر شما از کجا میاد؟ چرا ما امروز کمتر شاهد چنین ترانه‌هایی هستیم؟ برای اینکه امروز ترانه‌هایی که شما بیشتر می‌شنوین فقط برای مارکتینگ و برای اینکه یک آهنگی که بیاد و یک کاری در جامعه انجام بده. ایشون این کار را برای قلبش میکرد و هر چی که تو قلبش بود میسره. شما ببین گل سنگم یک شعر و یه آهنگی که حتی خواننده های اینترنشنال بغیر از خواننده های ایرانی خوندن و هیچ وقت از بین نمیره. یه آثار جاودانی هستش. کارایشون یک شیرینیت، یک حالت مخصوصی به خودش داشت. تشکر فراوان. فرخ آهی، آهنگساز از لس آنجلس آمریکا با ما. یکی از ماندگارترین کارهای آقای سمندر شعرهایی که به گویش شیرازی سروده که از جمله در کتاب شعر شیراز او چاپ شده. عذرخواهی میکنم از بینندگان شیرازی، من لحجه شیرازی رو خیلی خوب نمیتونم ادا بکنم، اما بخشی از شعرهای او نگاهی میکنیم. آقای سمندر گفته که ای شهر شاعر پرورو، شیراز از گل بهترو، کو شاعرو، کو دلبرو، کو ساقیو، کو ساغرو. مثل بعدش هم من بخونم که میگه ای شهر از عالم سرو، شیراز چون گل پرپرو، کو عاشقت عاشقترو، کو بیژن سمندرو. روحش شب بخیر. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.